مرگ ماهی قسمت 21. همه جا تاریک بود و معین و کیا و نقطه ضعف ها همه ذهنم را تصرف کرده بودند. همه مردهای زندار نقطه ضعف آنها همسرشان بود. مردهای مجرد چه؟ آنها چطور به خاک می افتادند؟ دست کشیدم زیر متکا و موبایل را پیدا کردم و برایش نوشتم نقطه ضعف تو چیه کیا؟ بعضی درگیری های کور حتی از آن نوع ذهنیش مخصوص به یک شخص نیست، تجربه ناراحت کننده است که خیلی ها آن را چشیدند. فکرش را بکن، از یک دعوا و قهر طولانی در می آیی تا مدت ها در پیاده روی رابطه قدم می زنی با احتیاط و اینکه مبادا دوباره همه چیز خراب شود، تو مجبوری مثل فاحشه ها تنت را که نه مغزت را بفروشی، مجبوری تن مغزت را به طرف بسپاری مبادا دوباره هوای رابطه گرد بگیرد. درگیری ذهنی من امروز از همین جنس است. حالا که شرایط مساعد است و هوای رابطه آفتابی از من می‌خواهد را این را ببینم، من هم که همیشه از اصل بسوز و بساز پیروی می‌کنم، روی لبم لبخند بود و زبانم به باشد عیبی ندارد چرخید، اما دلم پا کوبید و داد کشید نه. چه کنم؟ ترس به دلم ریخته بود. خدا هوای هیچ رابطه ای را خوزستانی نکند. ما هم از شبهای تیره و روزهای تیره تر جنوب رابطه کوچ کردیم و فعلا در یک سویت مطبوع کوهستانی به سر میبریم تا ببینیم تقدیر بساطمان را به هوای کدام رابطه پرت می کند. تا کمر در کمد خم شده ای، حوله کمری سفیدت را به خودت پیچاندی، روی تخت دراز کشیدم و دستم را ستون تنم کردم مثل دستگاه اسکنر، از بالا به پایین و از پایین به بالا رصدش کردم. چاق شدی، با تعجب بر می گردد. پا می اندازم روی پا و سرم را روی شانه خم می کنم. چاق شدی، به آرامی رو تخت می نشیند. تیشرت سبزش را کنارم می گذارد و به مسخره می گوید شما مرد چاق دوست نداری؟ شانه بالا می اندازم و می گویم صبحا نمی ری برزش؟ لبخند کجش این کیاست؟ آخه سبا دلم نمیاد بلند شم از بغلت. او خوش به حال من، باور کردی؟ دستم را بر می دارم و کاملا خودم را روی تخت رها می کنم. چه عیبی داره؟ اصلا دروغ قشنگو باید باور کرد. تا اینجای کار همش داشتیم همدیگر را مسخره می کردیم، تا اینکه بعد از یک سکوت طولانی کنارم دراز کشید، دستش را گذاشت زیر سرش و به هم نگاه کرد. همیشه توی ذهنت شوهر آیندتو چجوری تصور می کردی؟ ایدئالت چی بود؟ خیلی عجیب بود. آره بود، برعکس همه دخترها که از ظاهر و شغل و شرایط اجتماعی و حتی رنگ چشم طرف را تصور می کند، من هیچ الگویی از پیش تعیین شده ای نداشتم. آدم زغزدهی که برای اولین بار می خواهد به دریا برود، آنقدر درگیر مقصد و دریا می شود که راه را فراموش می کند. از بس به فکر آمدن کسی بودم، به چطور آمدنش فکر نکردم، فقط می خواستم باشد و من بیشتر خواهان یک حضور بودم تا کیفیتش. خانه می خواستم و مساحتش مهم نبود، آغوش می خواستم و به تعداد تپشش فکر نمی کردم. آنقدر مشغول نداشته هایم بودم که از چیزهایی که باد آورد غافل شدم. آن روزها گذشتند، ایدئال های خنددار نوجوانی که گفتن نداشت،
این اواخر هم که برای آمدن چیزی از آسمان دعا می کردم. حالا می خواست سنگ ببارد یا باران. من سخت مشغول دعا بودم. چه فایده داره دیگه؟ می خوام ببینم چقدر به اون چیزی که می خواستی شبیه بودم. می خواست ببیند چند درصد شانس آوردم. حتی نزدیک هم نبود. در مواقعی خیلی بهتر از آنچه یک دختر معمولی همچون من باید بخواهد. به سینه تمیزش نگاه میکنم و انگشتم را روی خال بسیار ریز و قهوه‌ایش میکشم. من همیشه بیشتر از اینکه از طرفم چیزی بخوام از خودم توقع داشتم. من فقط دلم میخواست کسی بیاد که بیشتر از خودم دوستش داشته باشم. کسی که بتونه این ریتم یک نواختو عوض کنه. اونی که براش کاری رو بکنم که تا الان نمی کردم. برای دیدنش دورترین مسیر رو دور بزنم و بدترین اتفاقها را تجربه کنم. اگر به عشق، اگر به امید، خلاصه کسی را می خواستم که منو عوض کنه. منو همون جوری بکنه که دوست داشتم. دیوونگی و عشق و ارتفاع و چی بهش میگن؟ همون. به چشمهایم خیره شده، عمیق و طولانی، نگاهش مثل چاه بود. باید سنگ میانداختی ببینی چیزی درش هست یا نه. اگر همونی به دست بیاد که عمری میخواستی، دیگه زندگی چه معنایی داره؟ اون دغدغه رسیدن بهش، اون لحظات، اون لعنتی، همون لذت بخشه. پوست لبم را میکنم. پس میگی رویا داشتن بیهوده است؟ تنم را به خودش نزدیک میکند و دستش را روی کمرم میگذارد. اصلا ما رویا داریم که بهش نرسیم؟ انگشتش را به هلال کمرم میکشد. فقط ما میتونیم خیال کنیم رویای فرصت تا لحظاتی داشتن نداشتنی ها رو تجربه کنیم. قرار نیست رویاها برآورده بشن. من هیچ وقت رویا نداشتم. یعنی داشتم، اما چیزهایی نبودن که داشتنشون غیر ممکن باشه. اما من به همونام نرسیدم. دستم را از پوست لبم جدا می کند. نکن. بهتره ببینی خودت چقدر براش تلاش کردی. بالاخره یه روزی باید اون چیزها رو از تو سرت بیاری بیرون و واقعیش کنی. دستم را روی شانه لخت خودش میگذارد و من به بینی تیز و بلندش نگاه میکنم. جذاب بود. زیبایی چهره مردها برایم اهمیت نداشت، اما او یک جور خشمگینی زیبا بود. ایدئال تو چی بود؟ ایدئال من؟ لبش را روی هم می فشارد و جا به جا می شود. می دونی وقتی یکی زیادی به ایدئال های آدم نزدیک باشه و بیشتر از اینکه خوشحال بشی باید بترسی. چرا؟ وابستگی عزیزم، وابستگی. لبخند می زند و خودش را به این خودم می فشارد. ای بر پدرت. نگاه بازی را تمام می کنم و سریع می پرسم تو چی؟ به هم بگو تو چی میخواستی؟ بدو. صدایش در لحظه بسیار نافذ و تأثیر گذار شد. من کسی رو میخواستم که با هوشش نقطه ضعفامو بفهمه، اما با شعورش از اونا استفاده نکنه. کم کم لبخند میزنم و ناخودآگاه خودم را بهش نزدیکتر میکنم. این حرف الانم ماهی، حرف یک سالی هست که تو سر کلت پیدا شده. قبل از این ایدئالم با تأسف سر تکان می‌دهد. خدای من، احمقانه بود. چی بودن؟ بذار یک جو آب رو جلوی تو برام بمونه. می‌خندم. بگو. چه می‌دونم؟ ملاک‌های ظاهری و این حرف‌ها. پس کیا راست می‌گفت پلنگ پسندی؟ خجالت نکش. خندید و نوک بینی‌ام را بوسید. از همان فاصله نگاهم کرد و چشمها جدی شدند. لبها خودشان را جمع جور کردند و مغز داشت فرمانهای بد می داد. یا خوب نمی دانم. و تن که دلش آفتاب می خواست
و اتاق من انگار سالها هوای نفس به خودش ندیده بود. زمزمه کرد: پلنگ چیه؟ الان دور دور ماهی هاست. با نگاهش از نگاهم اجازه گرفت و سکوت که علامت رضا بود مرا بوسید و من کمی دیر اما همراهش شدم. ماهی ها آرام بودند و خانهشان شیشه بود، دلشان شیشه و دنیایشان پشت شیشه. با شکستن خانه نمی میرند، اما آن از وقتی که شیشه دلشان بشکند شروع می کنند به رقصیدن روی آب. به سقف نگاه می کنم و بازویی که زیر سرم بود. او در یک سکوت غریب به نیم رخ بیرنگم نگاه می کرد. آنقدر خانه آرام بود و ما بیشتر که می ترسیدیم عمیق تر نفس بکشیم. صدایش خش داشت و بی اندازه آرام بود. تو خیلی خوبی، یک جوری بود حرفش، نه که بخواهد شرایط را احساسی کند و حرفی برای خوشایند من باشد. داشت به هم خبر می داد از آنها که داد می زنند: ببین تو اصلا حالیت هست چقدر خوبی. بیان که نگاهم را از کشوهای گچی سقف بگیرم لب زدم: مرسی، اما نسبت به توقعت، نسبت به انتظارت. پایم را بلعید میان پاهایش و نفسش را ریخت روی بالشتم. نسبت به تجربه های گذشته نمی توانستم از تعقیب چشمی خطها چشم بردارم. تجربه خیلی خوبه، اما از این تجربه ها حالم به هم می خوره. حتی اگه می خوای ازم تعریف کنی منو با تجربه هات مقایسه نکن. نفسش خورد به گوشم و باز هر دو ساکت شدیم. همانطور که من دست از سقف بر نمی داشتم، نگاه او هم مرا رها نمی کرد. قرار بود یک ساعت دیگر مهسا پسرش را بیاورد و ما یک بار بعد از مدتها خودمان را در هم اثبات کردیم. نمی شد که هر بار شناسنامه و عقدنامه و سند و کوفت و زهرمار را از صندوق در بیاوری. گاهی فقط باید ببوسی دو لب که امضا می زنند، خط بطلان می کشند روی کاغذ بازی. دلم می خواست کسی با موهایم بازی کند. از این کار لذت می بردم. دستتو بده به هم. صدای کشیده شدن ملحفه ها به هم آمد و او به پهلو خوابید. دستش را زد زیر سرش و انگشت اشارش را به لب پایینم گرفت و رها کرد و لب زد. من دلمو دادم بهت. دستمو میخوای چیکار؟ بالاخره برگشتم، دست بزرگش را برداشتم، گذاشتم لای موهایم و قرهایم در سینه‌اش گنگ بود. شعر نگو، یک کاری بکن بهام. دقایق طولانی گذشت و او چه خوب نوازش می کرد. داشتم خلأهایم را یک به یک پر شده می یافتم، اما هنوز بزرگترین خلأ من گوشه ای افتاده و کسی باورش ندارد. گفتم که می خواهم برای کسی دیوانگی کنم. ارتفاع و حماقت و تحمل زخم، اینها پس کجا بودند؟ با صدای زنگ در دستش از موهایم جدا شد. انگار که کشاورز داس را بیندازد کنار و مزرعه گندم را چشم به راه رها کند، او همانطور مرا رها کرد و تن من بوسه های ملحفه را پس زد. و دلم نمی خواست وقتی داشتم روبروی آینه موهایم را جمع می کردم او در چارچوب در با معین حرف بزند. حتی حرف داشت، موهای مرا نوازش می کرد. صدایش که می آمد عصبهای مغزم کشیده می شد. کشو را به هم می کوبم و در آینه نگاه می کنم. نفس عمیق می کشم. نباید حماقت می کردم. نباید لذت آن لحظات را به هر دویمان کوفت می کردم. در بسته شد و صدای قربان صدقه معین آمد و نزدیک اتاق شد و من لبخند گذاشتم روی لبم.
خیلی سخت بود ها. من ماهی او بودم و او موی مرا نوازش می کرد و مرا نسبت به تجربیات گذشته بهتر می دید. اما مهسا کسی بود که از او بچه داشت. روبرویشان ایستادم. موهایش مشکی بود. بینی کوفته‌ای داشت و چشمهایش هم رنگ مادرش بود. فقط توانستم لبخند بزنم، دستی روی موهایش بکشم و به آشپزخانه بروم. این بچه هم گناهی نداشت، اما من بی‌ظرفیت بودم. از همانجا داد زدم، معین براش چی بیارم؟ پسرش حرف میزد، نصف نیمه و کوتاه، لکنت داشت. حالم یک جوری شد، به یخچال تکیه دادم و نمیخواستم دلم برایش بسوزد، اما سوخت. بیسکویت کرمدار و شیر را در فنجان طرح گاو ریختم. نشسته بود روی مبل و تلویزیون تماشا میکرد. معین حولش را تا میکند و از همان دم اتاق نگاهم کنارش مینشینم. نگاهش میکنم و بهش میگویم شیر را بخورد. ازم نمیخواهد و کل کابینت ها را زیر رو میکنم. یکی دو ساعت دیگه میاد میبردش. آشغال های داخل سینک را در سبد فلزی میریزم. چه زود باشه حالا. دست میگذارد روی شانه و بر میگرداند. ببین ماهی، فکر میکردم وقتی ببینیش یک سری مسائل یکم راحت تر بشه. تو اصولا با بچه ها خیلی خوبی. من مشکلی با این قضیه ندارم معین، یعنی باهاش کنار میام. هنوزم با بچه ها خوبم. میتونی بری به کارت برسی، من ازش مراقبت میکنم. جدی داری میگی؟ نه معلومه که نه. آره؟ اگه نمیخوای با مهسا رو به رو بشی من برمیگردم سمت سینک. من ازش نمیترسم، تو هم برو، خیالت راحت. بچه تو خفه نمی کنم، از پنجره هم نمی اندازمش پایین، در کل نمی کشمش، برو. خندید، شانه ام را از پشت بوسید و رفت سمت اتاق. به همین راحتی و به همین احمقانگی دستی دستی خودم را باختم در پوست یک برد. حالا هرچه بود می ارزید. مرا بوسید، خیلی بوسید، بسیار و بسیار تر از قبل، برفت و رفت. به کانتر تکیه داده و نگاهش می کنم. 20 دقیقه از همینطور به تلویزیون خیره مانده. به دهانش نی را پیدا می کند. نی جا خالی می دهد و مجبور می شود یک نگاه ناقابل بیندازد. تمام بیسکویت و شیر را تمام کرد. بعد من با آن روحیه بچه دوست همان جا ایستاده بودم و یک ساعت نگاهش می کردم. قابل دانست مرا و وقتی داشتم آشپزی می کردم شلوارم را کشید و گفت جیش دارم. همین مانده بود پسر شوهرم را ببرم سرپا کنم، از بچه مثلا هبویم نگهداری کنم. صدای در آمد و من فقط می خواستم پسرش را پشت در بگذارم بیاید و ببرد. از چشمی نگاه کردم و به جای مهسا کیا آن سوی در ایستاده بود. نفس آسوده‌ای کشیدم. بودنش چه به موقع بود. لبخند زدم، سلام کرد و پسر معین دوباره برگشته بود همان جای قبل و تلویزیون. خوبی؟ لبخند می زنم. کم پیدایی؟ دستش را در جیبش فرو می کند و شانه می اندازد بالا. نمی آی تو؟ با تعجب در را تا انتها باز می کنم. خوبی تو؟ نمی دانم. نمی دانمش در عبور و بسته شدن در گم شد. با دیدن راین چشمش 4 تا شد. بغلش کرده بوسید و به من نگاه می کرد. آنقدر شگفتی هم نداشت واقعا. برایش چای می ریختم که آمد در آشپزخانه. اینجا چی کار می کنه؟ نمیخواستم در موردش حرف بزنم. خب مسخره بود، یک موجود زنده نشسته وسط خانه ما. بعد من نمیخواستم در موردش حرف بزنم. ببینم تو کیشیک میدی کی معین میره بعد میای اینجا؟ چی؟
صدایش تعجب داشت. میخندم و آن سمت کانتر میایستم و فنجان چای را سر میدهم طرفش. شوخی کردم. چند لحظه نگاهم کرد، بعد فنجانش را برداشت و قبل از اینکه بنوشد لب زد. مسخره. یک هفته بود که ندیده بودمش و دلم برای شوخی های بی پرده اش تنگ شده بود. ببخشید پریروز نتونستم بیام، ازت بیشتر از این توقع نداشتم. لبخندم پرید. یعنی چی؟ خب کار داشتم. گفتم که اومدنم 50-50 است. باشه. چای میخورد و زیر چشمی تلویزیون نگاه میکند. دست به سینه میگیرم. چرا نمیشد تحمل کرد ازم دلخور باشد؟ تو که بی منطق نبودی، خونه بی تا اینا بودیم. فنجانش را محکم میگذارد روی نلبکی. بلمون کن بابا تو هم که همیشه خونه بی تا اینایی. اخم میکنم. من اصلا لزومی به این همه دلخوری و عصبانیت نمی بینم. کیا تو دعوتم کردی به افتتاحیه مغازه دوستت و من نتونستم خودم رو برسونم. این همه قیافه گرفتن نداره. نگاهم می کند و لب روی هم می فشارد. بعد سر تکان می دهد و چیزی نمی گوید. اگر برادر داشتم همانقدر برایش تلاش می کردم که برای کیا. مطمئن باش اگر برادر خودمم بودی تلاشمو می کردم، اما خب زندگی خودم در اولویته. نگاهم می کند و چشمانش حتی یک کلمه هم حرف نداشت. یا من خیلی بی سواد بودم. ماهی چطوره؟ اسم آدمم که نیست. جنست خرابه. جدی گفتم. از خندهش کاملا مشخص بود. مضحکه. عزیزم، اصولاً آدما وقتی چیزی رو نمیفهمن یا توش تخصص ندارن بهش میگن مضحک. تو دقیقاً تو چی تخصص داری؟ چند لحظه نگاهم میکند و بعد چشم میگیرد و میخندد. بذار دهن من بسته بمونه ماهی گلی. سیب را قل داد طرفم و چاقو را گذاشت کنارش. برایش پوست میکنم. او امروز با همیشه فرق میکرد. ناخونا رو؟ سیب را چهار قاچ می کنم. چشه؟ کج و کوله است. دستم را عقب می گیرم و با دقت نگاه می کنم. نه اونقدر. بخور. چشمم به ناخونم بود. حوصله این کارا رو ندارم. حوصله چیو داری تو؟ هی بری خونه بیتاینا. حف نفسم را می اندازم بیرون و تکیه می دهم. پاشو برو خواهشن. در کمال تعجب بلند می شود و من که فقط می خواستم کاری کنم دیگر ادامه ندهد. کجا می رود سمت در؟ گفتی برم. منظورم این بود اخلاقت. حرفم را قطع می کند. ولم کن. می خواستم بپرسم دقیقا دردت چیست؟ این چه طرز برخورده؟ قبل از اینکه در را ببندد می گوید اومدم اینجا شاید بهتر بشم، اما کلن حوصله ندارم امروز. اشتباه کردم اومدم. در را بست و رفت و من گیج و مبهوت به سیب دهن زده و فنجان نیمه و تلویزیون نگاه می کردم. یک روز کامل صبر کردم. فردایش طاقت نیاوردم و بالاخره زنگ زدم. وقتی جواب نداد برایش نوشتم. من نه فکر تو می خوام، نه خندت و نه هیچی. فقط میتونی درد تو به هم بگی. جوابم را داد. فقط میخواستم صدایم را نشنود. یا چه؟ حق باز. من دردامو بهت نشون نمیدم. جاشونو یاد میگیری. باران میآید و من با آن دست گل بزرگ از لیلیوم های سفید در خیابان میدوم. نفسم را که فوت میکنم و بخار که با هر بازدم میآید بیرون. سر بی چتر و دلهوره هم برای دیر رسیدن. معین رفته بود اصفهان و من که تا لنگ زور خواب بودم. دیشب بیتا و مهران آمدند. برای یک بار در عمرشان نه دعوا کردند نه کلکل داشتند. آخر شب که رفتند با هم انیمیشن دیدیم و او مرا می خنداند. تا ساعت 4 صبح بیدار بودیم و او که 1 ساعت بعدش به مقصد اصفهان پرواز کرد. با آنکه ساعت خوابم به هم ریخته بود اما حال خوشی داشتم. لحظات خوبی را با معین گذرانده بودم. بی مهسا، بی بچه‌اش. 1 بعد از ظهر از خواب پریدم. خانه را به هم ریخته رها کردم و به خود به هم ریخته ترم رسیدم.
تا ساعت 4 که زدم بیرون و گل فروشی ها انگار خواب بودند. آرایشم به قطع یقین ریخته بود و گونه هایم سرخ و خیس، اما لبم مثل دخترهای شاد روستایی که در دشت شقایق می دوند می خندید. کیا را از دور دیدم، دم در رستوران ایستاده و سیگار می کشید. نگاهش می کنم، سیگار کشیدنش استایل خاصی داشت. دستش در جیب بود و وقتی پک می زد چشمش را تنگ می کرد. با دیدنم از حالت خمودگی در می آید و کاملا می ایستد. پله ها لیز بود و من بی هوا همه را دویدم بالا. می خوری زمین، روبرویش ایستادم. غیر خیابان تن و سر و همه جایم خیس بود و نفسم تند و سینه‌ام بالا و پایین می پرید. گل را جلوی صورتم گرفتم، روبرویش. تبریک میگم جناب، عذرخواهی بنده رو به خاطر تأخیر پذیرا باشید. منتظر شدم که دیدم کاری نکرد. گل را گرفتم پایین و نگاهش بین دود گم شده بود. برگشت و با صدای نچندان صمیمی گفت بیا پیش بند تو بگیر، دیگه تکرار نشه. دنبالش دویدم و خودم را زدم به کوچه علیچپ و با خنده گفتم اوه، بذار یه روز از افتتاحش بگذره، بعد واسه من رئیس بازی در بیار. سهیل را دیدم و بین انبوه جمعیتی که آمده بودند در روز افتتاحیه غذای رایگان بخورند به سمتش رفتم. با دیدنم ابرو بالا انداخت، بوسیدم و پرسید معین کجاست؟ مرجان را بغل کردم که او گفت فکر کنم بهتری نگاهی به آینه بندازی. همانطور که نگاهم به در و دیوار و ست طلایی رستوران بود، به سمت سرویس بهداشتی رفتم و دیزاین پرخرج و فوق‌العاده که معلوم بود سلیقه کیاست. با دیدن خودم سرخوش خندیدم. زیر چشمم سیاه و گونه‌ام سیاه و همه جانم سیاه بود. صورتم را شستم، کیفم را باز کردم و ریمل را به مژه‌های پرپشت اما کوتاه هم کشیدم و رژ آجری رنگ را به لبم. دلم می‌خواست زیبا به نظر برسم. برای که؟ شال پشمیم را زیبا بستم و در را که باز کردم کیا پشت در ایستاده بود. در آن پیراهن سفید و پلیور سرمه‌ای رویش جذاب و مردانه بود برخلاف همیشه. کیفم را زدم تخت سینه‌اش و سرخوش به اطراف نگاه کردم. ظاهرش که خوبه، باید برم ببینم تو آشپزخونه چه گندی می‌زنن. فقط نگاهم می‌کرد و چشمانش سرمای عجیبی داشت. نزدیکش می‌ایستم و آرام‌تر می‌گویم چه مرگت تو؟ پلیورش را می کشم و رها می کنم. با تو هم کیا؟ بی هوا دستم را می کشد و دنبال خودش می برد. از در سفید طلایی عبور می کنیم و به اتاقش می رسیم. چی کار می کنی؟ اینجا می خوای به هم بگی چت شده؟ کیفم را پرت می کند روی مبل راحتی و کلافه دور خودش می گردد. در نگاهش عجز و ناتوانی و بی دلیلی موج می زد. رفتم روبرویش ایستادم و به خودم جرأت دادم و بازویش را گرفتم و در صدایم صداقت و مهربانی و همدلی ریختم. کیا چته تو آخه؟ حرف بزن، حرف تو به من بزن. مگه نگفتی مثل خواهرتم؟ حالا حرف تو به خواهرت بگو. می خواست خودش را بکشد عقب، اما دستانم را فشردم. وضع کاریت ریخته به هم، مالی و لبخند زدم. وضعیت دلیت چی؟ در چشمانم نگاه کرد و زمزمه کرد. ریدم تو این دل بابا، و کشید عقب و پشت پنجره بلند اتاق ایستاد. فکر می کردم ما دیگه حرفامونو به هم میگیم. دست به کمر گرفته و بی حوصلگی از پس سرش هم می بارید. دلم نمی خواست این طور ببینمش. رفتم و رو به رویش ایستادم. کیا ببین منو، مشکلتو به من بگو، شاید بتونم حلش کنم. ازم فاصله گرفت و دستش را سوالی رو به صورتم تکان داد. من نخوام تو مشکلمو حل کنی، باید کیو ببینم؟ من به بی‌ادبی و بدقلقی هایش عادت داشتم. نشست پشت میز و با تأسف سر تکان داد. عادت
ازش متنفرم. دو دستم را گذاشتم روی میز. اون دهن تو باز کن. دهنش را مثل اسب آبی باز کرد. خندیدم و او که اصلا انعطاف پذیر به نظر نمی رسید، دندون آخریت باید پر بشه فکر کنم. با مزه شدی امروز. لبخند زدم و با یک پا روی میز نشستم. اسم رستوران فکر کی بود؟ سرش را تکیه داد. سهیل. فکر کردم قراره بذارین ماهی. از زیر چشم نگاهم می کرد و دو دستش را در هم روی شکمش گذاشته. خودت گفتی موسیقه. معلومه که موسیقه، اما این یکی هم چنگی به دل نمیزنه. خندیدم و اون نگاهم میکرد. همین، فقط نگاه. به شیشه باران خورده نگاه میکنم و هوا داشت تاریک میشد. صدای بشقاب و قاشق میآمد و ست قهوه‌ای طلایی اتاق به نظرم خیلی مجلل بود. داشتم به ردیف شلف‌های چوبی پشت سرش نگاه می‌کردم که صدایش بسیار آهسته و نرم به گوش می‌رسید. آشنا شدن با بعضیا فقط تابان گناه‌های آدمه. کی باعث شده یاد گناهات بیفتی؟ یه آدم بی‌گناه. لبخند می‌زنم. گفتم که قضیه دلیه. از کجا می‌دونی دلیه؟ فقط زمانی یه آدمو بی نقص و بی گناه میبینیم که با دلمون یه کارهایی کرده باشی. تکیهش را بر میدارد و خم میشود جلوتر. پس ما این کاری با دلت نکرده که آنقدر عیبهاش برات عیانه. پشت دست راستم را به کف دست چپم میزنم. چند بار بهت بگم بین بحثامون رابطه دوتایی ما رو حتی به عنوان مثالم نکش بسد. با تأسف سرتکان میدهد و به هر جایی جز من نگاه می کند. بازویش را می مالد و نگاهی به اطراف می اندازد. سرده چقدر. این سوز از کجا میاد؟ از چشمهای تو؟ چشم می بندد و باز سر تکان می دهد. بلند می شود و لای پنجره باز مانده را می بندد. کیفم را بر می دارم. دیگه حوصله حرف کشیدن از زیر زبون تو رو ندارم. کجا؟ تو که دهن باز نمی کنی. برم یه چی بگیرم. از صبح هیچی نخوردم. الان مادرت و محمود خان میان. پایان قسمت 21.